کارکنان متروی لندن دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب که از شامگاه چهارشنبه آغاز شده در واکنش به نوبت کاری شب و همچنین درخواست برای افزایش دستمزد به مدت 24 ساعت ادامه خواهد یافت. فین برنان نماینده اتحادیه آتشنشانان و مهندسین لوکوموتیو بریتانیا میگوید این اعتصاب در مورد کیفیت کار و زمان استراحت کارکنان است. این اعتصاب موجب مختل شدن تردد در شهر شده و مسافران مجبورند برای جابجایی از اتوبوس استفاده کنند. یکی از شهروندان میگوید من از ایستگاه پیکادلی 45 دقیقه پیاده روی کردم تا به ایستگاه پدینگتون برسم. نتوانستم سوار اتوبوس بشوم چون هیچ اتوبوسی توقف نکرد و درهایشان را هم باز نکردند. یک گردشگر آمریکایی نیز میگوید فقط 5 روز در اینجا هستم و به خاطر این اعتصاب سفرم را کوتاه میکنم. نمیتوانم تمام این راه را تا محله کمدون پیاده بروم و به همین دلیل هم نمیخواهم در شهر شما پولهایم را خرج کنم. چنین چیزی هرگز در آمریکا اتفاق نمیافتد. نوبت کاری شب قرار است از روز 12 سپتامبر در این شهر به اجرا گذاشته شود. طرح فعالیت 24 ساعته متروی لندن از ماه دیگه کلید می‌خوره. طرحی که با واکنش 4 اتحادیه برای دومین بار روبرو شده. مشخص نیست که اختلاف بر سر تغییر شیفت کاری کارکنان مترو تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و آیا بار دیگر به زودی پایتخت شلوغ بریتانیا با چنین اعتصابی مواجه خواهد بود یا خیر. علی خیرتپیر، یورو نیوز، لندن.